سلام و درود جناب اتفاق عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید به من که توی برنامه امشب حضور دارین، در خدمت شما باشیم که یه مقدمه و در واقع ورودیه به بحث از طرف شما بشنویم. من عرض کردم که برنامه این گفتگو حدود 1 ساعت طول میکشه و سعی میکنیم 20 دقیقه آخر تعامل و گفتگو داشته باشیم با دوستان و همراهانی که الان در این برنامه زنده اینستاگرامی حضور دارند و حدود نیم ساعت هم به گپ و گفت با موضوعی که برای بحث امشب در نظر گرفتیم هستیم در خدمت شما. در خدمت هم جناب اتفاق. خب من سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت همه حضار عزیزی که توی این برنامه حضور دارن. من همیشه به دوستان میگم که گفتگو بسیار موضوع مهمیه حول هوش مسائلی که ما باهاش درگیر هستیم و این گفتگوها رو در این حوزه‌های مختلف باید ادامه بدیم. همیشه از این گفتگو استقبال میکنم و از شما هم تشکر میکنم که منو دعوت کردید برای گفتگوی امروز راجع به لیبرالیسم. بسیار عالی. یه نکته بگم در ابتدای صحبت، کلمه لیبرالیسم و لیبرال بعضی از مقاطع شاید توی مملکت ما بعضن بدنام شد، حتی حالت دشنام پیدا کرد. خب از دو جهت، یکی از طرف در واقع مجموعه فعالین در حاکمیت، بعضا از طرف شاید مثلا گرایش های مذهبی، و از کلمه لیبرال مثلا بیبندوباری، لاوبالیگری یا مثلا از این معانی منفی ممکنه ترجمه شده باشه، و یکی هم از طرف چپگرایان، چون لیبرالیسم یه بار معنایی فلسفی و سیاسی با پشتوانه خیلی گسترده داره و در واقع افرادی که معنای لیبرالیزم رو متوجه می شدن خب خیلی مشکل داشتند و علاقمند بودند که یه معنای نامناسب و حتی بدی ازش در بیان، و همچنان هم ادامه داره. یعنی الان هم بعضی ها وقتی میخوان به یه نفر انتقاد کنن یا یک روی کرد یا مورد نقد قرار بدن، ترجیح میدن مثلا بهش بگن نئولیبرال. یعنی یه جوری که انگار همین کلمه که گفته میشه دیگه انگار تمام و همه یه نسبت ها به سمت اون طرف مقابل ارسال شده. من دوست دارم گفتگوی الانمون رو با معنای لیبرالیسم شروع کنیم و بعد ورود پیدا کنیم به مفهوم لیبرالیسم اقتصادی یا آزادی اقتصادی، اگه شما موافق باشید. خدمتتون عرض شود که بله، من حالا برای اینکه فقط یه یادآوری کنم از اون دوران، نکته جالبی بود که بسیاری از اون افرادی که در اون دوران در واقع لیبرال خطاب می شدن خیلی هم لیبرال نبودن و شما میتونستید در واقع در طیف افرادی که لیبرال خطاب می شدن افرادی رو ببینید که در واقع بیشتر سوسیالیست بودن و نسبتی با لیبرالیسم نداشت. اما همونطور که می فرمایید در واقع چنین فضای حاکم بود در اون دوران و میشه گفتش که شناخت روشنی هم واقعا نسبت به هیچ کدوم از این اندیشه ها وجود نداشت. حالا لیبرالیسم هم به همین ترتیب، این فقط در مورد لیبرالیسم نیست، در مورد بقیه حوزا بقیه مکاتب فکری هم واقعا همین مشکل در اون دوران وجود داشت. حالا من در واقع همه اون دوران رو یادم نمیاد چون منم خودم یه ذره جوان‌تر بودم. در واقع یه تعریف در واقع مثلا سردستی از لیبرالیسم، یعنی این که مثلا فرض کنید که توی دوره بسیار طولانی توی اروپا ما شاهد سالهای تاریکی بودیم که گفتگو راجع به موضوع علم و فلسفه و روش گفتگو و همه اون چیزهایی که مربوط به این حوزه بود در اختیار و در ید در واقع منابع خاصی بود، مثل کلیسا، مثلا مراکز خاصی مثل کلیسا، مثل ارباب‌ها، مثلا جاهای مثل این مراکز قدرت، پادشاه و اینا، و در واقع به اون دوره بود که هنوز فردگرایی متولد نشده بود و
تقریبا از 1300 به بعد تا حدود سالهای مثلا قرون 17 و 18 در واقع ما شاهد تدریجی تولد فردگرایی بود. فردگرایی به این معنی که در واقع معرفت و شناخت فردی وجاهت پیدا میکنه و در واقع فرد شناختش و کنشش به رسمیت شناخته میشه و این شناخت و معرفت فردی در واقع سیطره نفوذ و حاکمیت و انقیاد کلیسا و پادشاه ها و اربابان و حتی در درون خانواده، مثلا اون کسی که خانواده رو اداره میکرد، یعنی خانواده پدرسالاری، رها میشه از همه اون اندیشه های پیشین، از همه اون تقدیرگرایی گذشته رها میشه و فردگرایی به این شکل متولد میشه. تولد فردگرایی منجر میشه که ما شاهد تولد فردگرایی در علم باشیم، به این شکل که در واقع کوپرنیک به این نتیجه میرسه که و بر اساس مطالعات و آزمایشاتش که این زمین نیست که مرکز جهانه و این با همه اون آموزه ها و مستعدات که در کلیسا داشت مغایرت داشت. مثلا گالیله یک تلسکوپی درست میکنه و کشف کوپرنیک رو تایید میکنه، در ضمن مثلا گالیله میره بالای برج پیزا، دو تا گلوله رو از اون بالا میندازه پایین و نتایج متفاوتی نسبت به ارسطو میگیره و خدمتتون عرض شود به خاطر همین کارا هم از کلیسا، از دانشگاه اخراج میشه. هم کوپرنیک و هم گالیله در واقع مورد خطاب و عتاب کلیسا قرار میگیرن، اما همه اینا در واقع باعث میشه که این فردگرایی در علم، جدایی و رهایی از انقیاد در واقع اندیشه های حاکم بر اون دوران ایجاد بشه، این در واقع گسسته بشه و نتیجهش این میشه که مثلا شاهد انقلاب صنعتی اول و دوم توی قرن مثلا 17 و 18 هست. این تولد پیشرفت و علمی ناشی از این فردگراییه. حالا این فردگرایی در واقع جایی که حوزه سیاسی مطرح میشه منجر به این میشه که این فردگرایی به این معنی تلقی میشه که افراد حق تعیین سرنوشت خودشونو دارن و مستقل از دیگران میتونن اندیشه سیاسی مستقلی داشته باشن و در واقع حاکمیت عمومی مطرح میشه، دموکراسی مطرح میشه. و در حوزه اقتصادی هم این فردگرایی به این به منزله این تعبیر می شود که در واقع فرد حق مالکیت خصوصی و حق کنش اقتصادی رو در واقع پیدا میکنه. این همش وجوه مختلفی از این لیبرالیسم. البته خب تعریف لیبرالیسم خیلی طولانی تر از اینه که ما بخواییم به این فرصت کم این کار انجام بدیم، برای اینکه مثلا باید یه جلسه 3-4 ساعته مثلا فقط بتونیم لیبرالیسم رو تعریف کنیم که در این فضا طبعا نمی‌گنجه. خب ولی در همین حد هم خیلی مناسب بود و ممنونم که در واقع ورودیه به این بحث ایجاد شد. الان در واقع محور صحبت ما بحث آزادی اقتصادیه و چون شما گفتین که از عنوان لیبرالیسم اقتصادی استفاده کنیم، توی اطلاعیه این عنوان استفاده کردیم، ولی موضوع ما آزادی اقتصادیه. آزادی اقتصادی خب یه مفهومه که تا حدودی انتزاعیه، ولی خوشبختانه یه عده‌ای تلاش کردن که این مفهوم انتزاعی یا حتی با اعداد و در واقع مفاهیم قابل سنجش مطرح کنن. بعدی نیست در این مورد هم یکم صحبت کنیم که الان تا میگیم آزادی اقتصادی، اگه بخوایم به یه سری مفاهیم محسوس و قابل سنجش آزادی اقتصادی رو معرفی کنیم، به چیا میتونیم اشاره کنیم؟ چه مؤلفه هایی؟ چه شاخص هایی؟ بله، واقعیت اینه که ما اون مفهوم در واقع آزادی اقتصادی رو سنجه دقیقی براش نداریم و ابزار مناسبی براش نداریم. دو تا مؤسسه توی دنیا هستن، یه مؤسسه فریزر هست توی کانادا، یه مؤسسه هریتیج هست که اینا در واقع هر سال یه گزارشایی رو منتشر میکنن، یه ابزاری رو برای اندازه‌گیری این آزادی اقتصادی
در واقع تدوین کردن، این شاخص ها در واقع آزادی اقتصادی کشورهای مختلف رو نشون میده. مثلا مؤسسه فریزر تمام این کشورها رو، مثلا بوده 180 تا کشور رو، آزادی اقتصادیشون رو بر اساس اون شاخصی که داره اندازه گیری میکنه و اینا رو در 4 گروه تقسیم میکنه. گروه اول آزادترین اقتصادهای دنیا هستن، گروه دوم کشورهایی هستن که آزادی اقتصادی کمتری دارن، گروه سوم اونایی هستن که اقتصادهای تقریبا بسته‌ای دارن، و گروه چهارم بسته ترین و غیر آزادترین اقتصادهای دنیا هستن. برای اینکه تصوری از این فضا داشته باشیم، مثلا تصور کنید که کشور اسکاندیناوی که ما خیلی ها فکر میکنن که اینا مثلا سوسیال دموکرات هستن، همشون توی اون گروه یک با بالاترین درجه آزادی هستن، در حالی که آزادی اقتصادی هستن، در حالی که مثلا کشوری مثل فرانسه تو گروه دومه و آزادی اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای اسکاندیناوی داره، کشورهای در واقع مثلا دانمارک و اینا، و فرانسه نسبت به اون آزادی اقتصادی کمتری داره، تو گروه دومه. تو گروه سوم کشوری مثلا روسیه هستش، چین و ویتنام اخیراً تو این سالهای اخیر از گروه 4 اومدن به گروه 3 و آزادی اقتصادیشون در واقع خیلی بیشتر شده نسبت به گذشته، و بنابراین رشد اقتصادی بسیار بالایی که دارن حاصل این جابجایی، این عزیمت از گروه 4 به گروه 3 هست. و در گروه 4 که قهر جدول غیر آزادترین اقتصادهای دنیا، کشوری مثل ونزوئلا، چاد، لیبی، عراق، آنگولا، موزامبیک و متاسفانه ایران هست، یعنی ایران هم جزو غیر آزادترین اقتصادهای دنیا در اون گروه 4. اما این نکته مهمه بدونیم که خود این شاخص آزادی اقتصادی نمیتونه همه اون چیزی رو که مد نظر ماست توضیح بده. حالا من بعداً اگه فرصت کردم به شما میگم، توضیح خواهم داد که عرض میکنم خدمتون که چه چیزی رو نمیتواند نشون. اما این وضعیت آزادی اقتصادی که کشورهای دنیاست، و این بحثی که گاهگداری مطرح میشه که ایران یک کشوریه که مثلا سیاست‌های بازارگرا در واقع خیلی رشد کرده، خیلی الان بعضی موقعا میشنم میگن که این سیاست‌های بازارگرا یا لیبرالیسم خیلی کشور مثلا پدر کشور در ورده مملکت در مثلا نابود کرده، اینو اصلا از این خبرها نیست. ما اینجا نه لیبرالیسم داریم نه آزادی اقتصادی به این معنی داریم، ما یه اقتصاد کاملا بسته دولتی با تعاریف استاندارد و شاخصایی که توی دنیا وجود داره. این تعریف ما در جایگاه ما توی دنیا اینجاست. ما در غیر آزادترین اقتصادهای دنیا در همگروه با اون کشورهایی هستیم که خدمتتون عرض کردم. حالا وقتی گفته میشه بازارها، اگه بخوام محسوس تر باشه، منظور ما بازار کالا و خدمات، بازار کار، بازار پول، بله، بحث تجارت و همین چیزهایی که کاملا معنای اقتصاد میده. و یه مفهومه دیگه این که هر شهروندی چقدر آزادی داشته باشه که شغل انتخاب کنه، کسب و کار خودش رو اندازه کنه. شما کاملا درسته، یعنی وقتی ما میریم به سمت بحث این که اون پایین بودن درجه اقتصادی ناشی از چه چیزی هست، اون چیزی هست که ما در واقع در عمل میبینیم. اقتصاددانا که شما بهتر از من میدونید بازارها رو در واقع به چند گروه تقسیم میکنن. شما وقتی میرید سر وقت مثلا بازار کالا، میبینید که اونجا کاملا یه بازار غیر آزاد وجود داره، همه کالاها، بسیاری از کالاها قیمت گذاری میشن، واردات و صادرات کالاها کاملا در انقیاد دولت، تعرفه های گمرکی. شما اخبار اقتصادی رو که نگاه میکنید هر از گاهی مثلا میبینید با خبر میشید که صادرات یک کالا یا واردات یک کالایی ممنوع شده. حالا اصلا این کالا توسط بخش خصوصی تولید شده، تصور کنید که بنده مثلا تخم مرغ تولید کردم یا مثلا کره تولید کردم، میخوام اینو صادر کنم، اما دولت به خودش اجازه میده که بگه شما حق نداری کالا رو صادر کنید، یا من یک کالای خریدم میخوام وارد کنم نمیتونم، یا حتی شما قطعات صنعتی برای خط تولیدتون میخواید وارد کنید، بعد بید از وزارت صنایع اجازه بگید، در حالی که مثلا شما هیچ در واقع
نه از در واقع مراجع قانونی طلب پولی میکنید، نه اونا قرار است به شما در واقع کمک بدن. برای من بازار کالا کاملا دولتیه و کاملا غیر آزاده. بازار کار همین جوره، یعنی قیمتی که حداقل دستمزد در واقع تعریف داره، قوانین کار وجود داره. اینکه شما بخواید برید یه دونه فعالیت اقتصادی رو انجام بدید، باید حتما طبق یه ضوابط یه مجوزایی رو دریافت کنید. دریافت این مجوزا در واقع کاملا ضابطه منده. تو حوزه‌های مختلف محدودیت‌های بسیار شدیدی برای این فعالیت اقتصادی وجود داره. من حالا یه مثال بزنم برای شما. من یه روز توی گرجستان تو تفلیس رفته بودم، اونجا یه شرکتی رو داشتم ثبت می‌کردم. توی گرجستان ساعت کاری ساعت 10 صبح، یعنی همه فعالیت‌ها 10 صبح شروع میشه، یعنی همه ساعت 10 صبح باید بیان سر کار. و طبعا مثلا وقتی ساعت 10 صبح کار شروع میشه، کارمندو یه کمی دیرتر که میان میشه 10:30 مثلا، که یه ذره برای ما غیر عادی بود. منتها من خب خیلی زود پاشدم رفتم دنبال این کارا و با تن زبانی هم که میتونستم صحبت کنم انگلیسی بود. اونجا دم در اداره ثبت شرکت رو تو تفلیس یه کسی رو پیدا کردم، اون خیلی خوب انگلیسی نبود، بلد نبود، با کمک اون تونستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر یه شرکت ثبت کنیم، به مهر برای شرکت درست کنیم، تونستیم یه لوگو برای شرکت درست کنیم، 2 تا حساب بانکی توی اونجا باز کردیم، یه دونه برای شرکت یه دونه برای خودم من باز کردم. من به نمایندگی از شرکت داشتم این کار انجام میدادم و مجموعی از این کار رو انجام دادم. من از ساعت 10 صبح ساعت مثلا 3 بعد از ظهر یه شرکت ثبت کرده بودم، کلی مدارک قانونی رو تهیه کرده بودم و 2 تا حساب بانکی باز کردم. این فضای کسب و کار آزاده و حالا شما میتونید مقایسه کنید با فضای کار ما. خب پس یه بازار کالا داشتیم که اونجوری بود، یه بازار کار داریم که اینجوریه، یه بازار مالی داریم که اینم کاملا تحت انقیاد دولته. شما مثلا تصور کنید که نرخ سود در واقع تحت کنترل قوانین دولتیه، نرخ ارز تحت کنترل قوانین دولتیه، بازار بورس همینجوره، بازار بورس انرژی همینجوره. بنابراین ما در درون یه اقتصاد کاملا دولتی و بازارهای کاملا تحت کنترل دولت داریم فعالیت میکنیم و بخش بزرگی از بازیگران در واقع اقتصاد هم خودشون دولتی هستن یا شرکت های خصولتی وابسته به دولتی هستن. یعنی شما وقتی مثلا وارد بورس میشید یا وارد بورس انرژی میشید، همه بازیگران اصلی در واقع شرکت های دولتی هستن که دارن اونجا فعالیت میکنن و به این بنابراین اون رتبه‌ای که ما در فریزر گرفتیم، در هریتیج گرفتیم، شاخص آزادی اقتصادی، کاملا مفهومه که این رتبه رو برای چی گرفتیم و ما هم تصور دیگه غیر از اون شاخص که اون نمره که ما دادن نداریم. خب الان برای دوستان که نمیدونستن دیگه الان واضحه که منظور ما از آزادی اقتصادی چیه. و حالا سوال مهم اینه که آزادی اقتصادی چه جوری منجر میتونه بشه به سایر آزادی ها. این نکته رو بگم، خب یه ادعای عکس این هست که خیلی محکم و جدی روی این موضوع صحبت میکنن تعداد زیادی آدم مثلا تو ایران مخالف آزادی اقتصادی هستند و میگن آزادی اقتصادی منجر به فقر خواهد شد، منظور افزایش فقرا خواهد شد. میتونیم روی این یه مقداری حرف بزنیم، صحبت کنیم. یه نکته ای که میگن اینه که آزادی اقتصادی یعنی اینکه آدم ها اجازه داشته باشن هر کسب و کاری داشته باشن و اختیار اموال خودشون رو داشته باشن، منجر به این میشه که تعدادی خیلی ثروتمند میشن، نابرابری ایجاد میشه و اون آدم ها ممکنه خیلی قوی بشن، قدرتمند بشن و باعث از بین رفتن دموکراسی بشن و از این طریق آزادی های فردی و سیاسی مورد مثلا نمیدونم هجوم قرار بگیره. از این بحث ها کتاب روش می نویسن، کلی داستان دارن، توی ایران هم خیلی خیلی فعالن، همه جای دنیا هم فعالن. یه ادعای عکس اینه که نه، اتفاقا برعکسه. یعنی این
آزادی اقتصادی میتونه مقدمه گسترش سایر آزادی ها بشه. من از شما میخوام اجازه بگیرم این نکته هم مطرح کنم که وقتی میگیم آزادی، حالا چه آزادی سیاسی چه آزادی اقتصادی، نقطه مقابلش میتونه مثلا کلماتی مثل دیکتاتوری، استبداد، کنترلگری، مداخله گری، یه چنین چیزهایی باشه. و من دوست دارم این نکته رو الان برجسته کنم. وزنی که مستبد بودن یک پدر در خانواده داره، وزنی که مستبد بودن و اقتدارگرایی و کنترلگری مثلا یک فرد متدین مذهبی توی جامعه داره، استبدادی که یک حاکم سیاسی داره استبداده، و استبدادی که یه آدم در کنترل کردن اقتصاد داره از داره من اونم استبداده. یعنی اونام در واقع دارن محدودیت ایجاد میکنن برای زندگی مردم، کسب و کار مردم، ولی انگار وزن این توی ذهن خیلی از مردم ما کم رنگه، وزن بقیه خیلی پر رنگه. یعنی ما وقتی میگیم لیبرالیسم اقتصادی وزن کمی تو ذهن خیلی از مردم داره، ولی لیبرالیسم سیاسی وزن بسیار بسیار بزرگتر و اهمیت بیشتر داره. حالا در هر نکته اینه که خب از این یکی چجوری میتونیم به اون یکی برسیم؟ خوبه حالا شما در این مورد خیلی مسلط میتونید صحبت کنید. اختیار داری. ببینید این بحث خیلی طولانیه و بحثیه که واقعا زمان خیلی زیادی احتیاج داره. در یه دوره بسیار طولانی توی اروپا مجموعی از تحولات در اندیشه فلسفی و سیاسی به وجود اومد که مثلا میشه شروعش رو از 1300 فرض کرد. البته قبلش هم یه تحولات بود، اما شاید مثلا بشه گفت مهمترین تحولی که از 1300 به بعد رخ داد تحول در اندیشه های فلسفی بود، تولد اندیشه فلسفی مثلا نومینالیسم بود. مجموعی از تحولات رخ داد. بعد یه عده‌ای در واقع اروپا که میدونید خب مثلا این کشورهایی که اینجوری الان وجود دارن به این شکل وجود نداشتن. در واقع کشوری مثل فرانسه، آلمان یا این چیزی نداشتن. منطقه‌ای بود که تحت فرمانروایی فلان پادشاه بود و اینجوری. یه عده‌ای در اون دوره کوشیدن تا قدرت سیاسی رو، جامعه سیاسی رو ایجاد بکنن، دولت‌های مطلقه‌ای رو ایجاد بکنن که این دولت‌ها بتونن در واقع حکومت رو در دست بگیرن. و شما میتونید مثلا از افراد مختلفی تو این حوزه اسم ببرید، از نیکولو ماکیاولی و به ژان بودن و هابز، توماس هابز، که اینا در واقع همچین تلاشی رو کردن که چیزی به اسم در واقع حکومت رو ایجاد بکنن به عنوان قوه مجریه. در واقع من حکومت رو اینجا به عنوان با مساوی قوه مجریه در واقع به کار میبرم و دولت رو مساوی استیت یا کل در واقع نظام در واقع حکومتی. در اون دوره این تلاش رو کردن. از یه دوره به بعد که این حکومت ها تقریبا داشتن شکل میگرفتن، این نگرانی بزرگ ایجاد شد بین اندیشمندان در واقع فلسفی و سیاسی که این به در واقع دولتی که ما ساختیم که قرار بوده که مراقب ما باشه و از ما مواظبت کنه بر اساس اون اندیشه‌هایی که در واقع ژان بودن و هابز و ماکیاولی و امثال اینا در واقع داشتن تلاش می‌کردن که اینو به تئوریزه بکنن، حالا این کسی که قرار است خودش مراقب ما باشه به عنوان حکومت ممکنه بیاد به جای اینکه فقط مراقب ما باشه ما رو در واقع اذیت بکنه، آزادی ما رو در واقع سلب بکنه و باید یه جوری خود اینو تحت کنترل در بیاریم و مهارش کنیم. یعنی مهار قدرت سیاسی شد پروژه بعدی. و بنابراین شما باز در طول تاریخ افراد مختلفی مثل جان لاک، مثل مونتسکیو و کسای دیگه ای رو میتونید در واقع ببینید که اونا از یه جایی به بعد تلاش کردن تا راهکاری پیدا کنند که این قدرت سیاسی رو مهارش کنن. وقتی که در واقع در قرن مثلا 16 17 18 به تدریج در واقع نظام اقتصادی در واقع متولد شد که بهش میگفتن در واقع سرمایه‌داری یا نظام در واقع مبتنی بر بازار یا اقتصاد بازار محور، خود این بازار به قدری در واقع قدرتمند و بزرگ شد
که این میتونست نیروی در برابر نیروی دولت باشه. و بنابراین اون چیزی که در طول تاریخ از یه زمانی به بعد توانسته در واقع موازنه قدرت رو به وجود بیاره و در واقع نیروی در برابر دولت باشه تا بتونه دولت رو کنترل کنه، در واقع نظام بازار و جامعه مدنی متکی به این نظام اقتصادی بوده. برای اینکه اونجا در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار تعارض منافع بین همه افراد و بازیگران در واقع نظام وجود داشته و اونا علارغم این تعارض منافع، منافع مشترکی داشتن. مثل اینکه مثلا شما برای اینکه فعالیت اقتصادی بکنید لازمه که جنگ نباشه، لازمه که صلح وجود داشته باشه، لازمه که امنیت برقرار باشه و دولتی باید وجود داشته باشه که بتونه این خواسته های نظام اقتصادی رو در واقع تأمین بکنه. و این برابری و موازنه قوا بوده که در طول تاریخ تونسته تا حدی در واقع قدرت سیاسی رو مهار کنه. هر جایی که این در واقع نظام اقتصادی محدود شده، دست و پاش بسته شده یا اصلا از بین رفته، اونجا در واقع قدرت سیاسی توانایی بی حد و حصری پیدا کرده. شما تجربه مثلا انقلاب شوروی رو دارید. 1917 که بولشویک‌ها انقلاب رو در دست گرفتن، بر اساس دستورالعمل‌های مارکس اومدن سازوکار بازار رو برچیدن، مالکیت خصوصی رو لغو کردن و اختیار همه این کارا رو دادن در اختیار یه دولت، دولتی که یه دولت مرکزی، بالا سرش هم یه حزب متمرکز. و همه این تمرکز منجر شد که قدرت در اختیار یه عده معدودی قرار بگیره و اون طرف هم هیچ نیرویی نبود که در مقابل این بیسته یه بخواد تغییر ایجاد بکنه، بتونه تحول ایجاد بکنه، بتونه فشار بیاره به قدرت سیاسی تا بتونه قدرت سیاسی رو کنترل کنه. بنابراین با توجه به وقت محدود که داریم، تاریخچه که خیلی جالبه، ولی از نمونه های اخیرم اگه مثال زده بشه، یعنی الان تو دنیا مخصوصا مثلا تو 50-60 سال گذشته ما دیکتاتورهای زیادی داشتیم یا دولتهایی که از لحاظ توسعه سیاسی شرایط مناسبی نداشتن، آزادی های سیاسی کمتر بوده، ولی به مرور اتفاقات خوبی افتاده، یعنی وضعیت آزادی سیاسی و دموکراسیشون هم بهتر شده. شما نمونه هایی تو ذهنتون هست و اینکه چه جوری اینطور شدن؟ آیا از مسیر توسعه آزادی های اقتصادی به آزادی های سیاسی رسیدن؟ نمونه هایی اگه بتونید مثال بزنید که خیلی خوبه. ببینید توسعه در واقع اقتصادی منجر به این میشه که در واقع یه مطالبه اجتماعی وجود داشته باشه و در واقع نیروی وجود داشته باشه که بتونه مطالبه رو پیش ببره. یعنی همه یه نکته نقض نهفته در این ماجرا این هستش که وقتی شما یه نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و آزاد دارید، یه مطالبه اجتماعی دارید و یه نیروی دارید که میتونه این مطالبه اجتماعی رو پیش ببره. و تعداد زیادی ما نمونه توی دنیا داریم. مثلا فرض کنید که نمونه اندونزی، جنرال سوارتو یه دیکتاتوریه، میاد اونجا در واقع حکومت میکنه، اما نظام اقتصادی گونه به گونه یک آزاده و بعد این نظام اقتصادی انقدر قدرت میگیره که میتونه در واقع تحول ایجاد کنه. حتی شیلی، ببینید زمانی که در واقع آلنده توی شیلی به قدرت میرسه، قبل از آلنده ما 100 سال نظام انتخاباتی در شیلی تجربه شده بود و به محض اینکه آلنده قدرت رو در دست میگیره، سال 1970 انتخاب میشه، کاری که میکنه اینه که به صورت غیرقانونی تمام شرکت‌های باربری رو در واقع که یک بخش مهمی از اقتصاد شیلی بودن و هنوزم هستن رو در واقع بسیاری از اینا رو مصادره میکنه، بسیاری از زمین های کشاورزی رو مصادره میکنه و شرکت مصر رو مصادره میکنه. این کارا انقدر غیرقانونی بود که مثلا تو اون دوره پارلمان شیلی یه قطعنامه رو علیه آلنده صادر میکنه که حق انجام این کارا رو نداره. و خدمتتون عرض شود که بعد منجر میشه این ماجراها، بعد از اینکه 1973 پارلمان
اعتراض میکنه به آلنده که حق نداره این اقدامات غیرقانونی رو در مورد موساد. من این نکته رو بگم که آلنده از حزب چپگرا و سوسیالیست بوده در واقع. بله، یعنی آلنده در واقع نماینده حزب سوسیالیست بود، یه ارتش موازی با ارتش موازی ایجاد میکنه در دوره خودش. این اصلا موضوع قطعنامه تاریخی بوده که در واقع پارلمان تصویب شده بوده و بنابراین آلنده سوسیالیست در واقع بازار رو در واقع به سمتی میره که بازار رو محدود کنه و در واقع حذف کنه و نتیجه این میشه که 1973 جنرال پینوشه در واقع کودتا میکنه با کمک نیروهای خارجی و اینا، و بعد از اینکه کودتا میکنه در واقع به سمت بازارهای آزاد. در واقع پینوشه یه کسی بوده که کودتا کرده و احتمالاً سختگیری های سیاسی داشته، شاید به قول خیلی ها منش دیکتاتور منشانه ای هم داشته و فضای اون کشور اون موقع خیلی بسته میشه از لحاظ سیاسی، همینطوره دیگه. درسته؟ یعنی در واقع از 1973 به بعد تو شیلی ما شاهد حذف در واقع تمام اون دستاوردهای آزادی های سیاسی و اینا به یه شکلی هستیم، چون دیگه اون نظام انتخاباتی در واقع یه مدت طولانی برچیده میشه. اما کاری که پینوشه میکنه اینه که آزادی اقتصادی رو اجازه میده که فعالیت اقتصادی آزاد باشه و اون شرکت هایی که مصادره شدن بخش زیادیشون رو به حالت اول برمیگردونه و سرانجام این در واقع آزادی اقتصادی منجر به این میشه که در واقع نیروی بازار دوباره شکل میگیره. اون نیروی بازار میتونه در مقابل پینوشه در واقع قرار بگیره. پینوشه در واقع چند مرحله انتخابات برگزار میکنه و در نهایت هم در واقع با انتخابات و توافق که با مذاکره کنندگان در واقع دیگه میکنه، اونایی که باشون مذاکره میکردن، کنار میره. منظورم این استش که 100 سال در واقع نظام انتخاباتی توی شیلی از 1900 تا سال 1970 منجر به تو 1973 منجر به دیکتاتوری میشه و این نشون میده که در واقع آزادی سیاسی و انتخابات و اون چیزی که در واقع تصور میشه اسمش لیبرالیسم سیاسیه نمیتونه مراقبت کنه در واقع از اون آزادی های سیاسی و اون لیبرالیسم محدودی که اونجا وجود داشته. و چند سال در واقع حکومت پینوشه که فاقد همه اون آزادی های سیاسی بوده اما حاوی در واقع همه اون آزادی های اقتصادی بوده، منجر به میشه که ما الان تقریبا 30 و چند ساله که شاهد مثلا برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک توی شیلی هستیم. یعنی امروز این دموکراسی که در شیلی وجود داره میتونیم بگیم که حاصل اون دورانی هستش که در دوران پینوشون آزادی اقتصادی بسترهای مناسب رو برای این ماجرا ایجاد کرده و این همون عرض بنده است. یعنی در تمام طول تاریخ اون بحث مهمی که مطرح است این هستش که برای اینکه شما بتونید قدرت سیاسی رو تحت کنترل در بیارید، به مطالبه اجتماعی داشته باشید، نیروی کافی برای مطالبه اجتماعی داشته باشید، اون کسی که میتونه در جامعه چنین نیروی رو چنین فضایی رو ایجاد کنه نظام اقتصادی هستش که آزاد باشه، مبتنی بر در واقع فعالیت آزادانه بازیگران منفرد در نظام بازی باشه. خیلی عالی. من یه شوخی بکنم با این دوستان چپگرای ایرانی ما که در واقع این دوستان ما که خیلی علاقه‌مند به سوسیالیسم هستن و اینا، وقتی میرن خارج از کشور درس بخونن، برن دکتراشون رو بگیرن، بیان بعد دانشگاه ما سوسیالیست تدریس کنن، معمولا میرن آمریکا، میرن مثلا کشورهای خیلی آزاد اروپایی، یعنی هیچ کدوم نمیرن کوبا، نمیرن ونزوئلا، نمیرن روسیه، همه میرن اون کشورهایی که آزادی اقتصادی هست. بعد میان اینجا دانشکده جامعه شناسی مثلا علوم اجتماعی دانشگاه تهران شروع میکنن سوسیالیسم درس دادن و اینا. و حالا این نکته رو داشته باشیم، تقریبا همه کشورهایی که
رتبه بالایی در شاخص اکانومیک فریدم، آزادی اقتصادی دارن، همه کشورهای خیلی خوب محسوب میشن، یعنی همون کشورهایی که همه ماها علاقه مندیم بهشون مهاجرت کنیم. ها به اشتباه یه تصوری هم ایجاد شده که مثلا سوسیالیزم توی کشورهای اسکاندیناوی همجور که شما گفتین توی اون کشورها مثلا جدیت داره، در که اصلا اینطور نیست. اون کشورها در رده بالای آزادی های اقتصادی هن. این بحث من به عنوان یه نکته گفتم. حالا ما یه مشکلی داریم توی کشور خودمون، 100 ساله که جنبش های سیاسی انواع اقسام مبارزه ها رو کردن و همیشه یه حس ناامیدی تقویت شده، مخصوصا الان خیلی از جوان ها، خیلی از مردم به یه حس نامطلوب بعضا ناامیدی رسیدن و احساسونه که واقعا نمیشه دیگه توی این مملکت کاری کرد. یعنی خیلی ها انتقادشون اینه که اون آزادی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که ما نیاز داریم و بهش علاقه مندیم توسط حاکمیت سرکوب شد. مسئولین حاکمیت فعلی ادعاشون اینه که قبل از انقلاب داشته آزادی ها سرکوب می شده، بعد اون قبلی ها هم یه ادعاهای دیگه داشتن، الان هم که خب همین ادعا هست. و انگار که ما توی بنبست قرار گرفتیم و می خواهیم از این بنبست خارج شیم. به نظر می رسه الان من و شما داریم یه اشاره می کنیم که شاید راه حل حمایت از آزادی های اقتصادی باشه، برای اینکه بتونیم به فضای مناسب تری از لحاظ آزادی های سیاسی اجتماعی برسیم. شما تایید میکنی؟ یعنی فکر میکنید شاید ما بتونیم به یه چنین ابزاری متوسل بشیم؟ ببینید، من یه چیزی رو خدمت شما عرض کنم و اونم این استش که در پیش از انقلاب جامعه روشنفکری ما، هم روشنفکرهای دینی ما و هم روشنفکرهای غیر دینی ما، همشون متأثر از اندیشه های چپ بودن و بعد از انقلاب در واقع شرایطی که ایجاد شد این بود که همه این اندیشه های چپ در واقع دوباره وارد گفتمان در واقع بعد از انقلاب شد، وارد قانون اساسی شد. شما اگه اصل 44 قانون اساسی رو بخونید اونجا صراحتا نوشته که اقتصاد مبتنی بر اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصیه، همه صنایع کشتی سازی، راه همه صنایع دولتی هم، یه بخشیش هم تعاونیه و حالا اگه یه جایی هم فورد جایی باقی مونده بود که میشد یه کاری کردم میدیم در واقع بخش خصوصی. یعنی مضمون اصل 44 اینجوریه و این برخواسته از اون اندیشه های چپی هست که در گذشته در پیش از انقلاب وجود داشت و سیطره داشت اصلا بر اندیشه های دینی و روشنفکرهای دینی ما هم متأثر از همین اندیشه های چپ بودن. و خب این فقط تو بحث اندیشه و قانون اساسی هم نبود، شما در حوزه عمل هم میبینید که بسیاری از کارخونجات بعد از انقلاب، شرکت ها کارخونجات مصادره میشن و در اختیار دولت یا نهادهای در واقع دولتی و شبه دولتی قرار میگیرن، برای اینکه این تصور وجود داشت که این روش میتونه رفاه و زندگی بهتری رو برای جامعه فراهم بکنه و در واقع اون چیزی که در این مسیر رخ داده این استش که ما در یه دوره‌ای کاملا اون، چون پیش از انقلاب هم در واقع نظام اقتصادی ما یه نظام اقتصادی کاملا آزاد نبود، یه الگوی اقتصادی شاید بشه گفت کینزی بود که ما مثلا 5 تا برنامه توسعه قبل از انقلاب در واقع اجرا کردیم. اونجا هم یه نظام اقتصاد کاملا بازار محور نبود و بعد از انقلاب اون تتمه بازار محوری هم که وجود داشت در واقع کاملا به سمت برنامه محور و دولتی پیش رفت و این مشکلاتی که ما در حوزه اقتصاد امروز شاهدش هستیم ناشی از مشکلاتی هستش که ما در یه دوره در واقع اون اقتصاد بازار محور رو کاملا به سمت اقتصاد برنامه محور و اقتصاد دولتی بردیم. یعنی تتمه اقتصاد تتمه باقی مونده از در واقع بازار هم در واقع کردیم دولتی و برنامه محور. این تحولات در واقع جامعه روشنفکری ایران رو در واقع به این سمت میبره که میخواد اگر حالا یه تحولات ایجاد بشه، این تحولات باید از مسیر تحول سیاسی انجام بشه و بنابراین شما
یه دوره طولانی شد تو این 2.5 دهه اخیر میبینید که شعار در واقع روشنفکرای ما هم بخشی از جامعه، بخشی از چپ، بخشی از روشنفکرای دینی در واقع تقدم توسعه سیاسی نسبت به توسعه اقتصادی، این تصور میکنن که روی همین فونداسیون اقتصاد دولتی و برنامه محور و رانتی میتونن یه بنایی رو ایجاد کنن که اسمش رو بذارن سوسیال دموکراسی یا لیبرالیسم سیاسی و همه اون خواسته ها و آرزوهاشون رو روی این فونداسیون موجود در واقع بنا کنن و به برپا کنن. و این اصلا امکان پذیر نیست، چون زیربنای در واقع لیبرالیسمی که لیبرالیسم سیاسی و وجوه آزادی‌های سیاسی یا هر چیزی که ما میتونیم اسمش رو بذاریم لیبرالیسم سیاسی، این در واقع فونداسیون شالودش پی این ساختمان در واقع آزادی اقتصادیه و بدون این آزادی اقتصادی این بنا برپا نمیشه. تلاش‌های زیادی تو جامعه ما شده، پروژه‌های سیاسی بزرگی تو کشور اجرا شده برای تقدم توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی، اما با شکست مواجه شده، همچنان با شکست مواجه میشه. برای این حرفی که عرض بنده این استش که در پاسخ به سوال بسیار مهم شما بس که مطرح میکنیم که بدون اینو، بدون در واقع دستیابی به این آزادی‌های اقتصادی و یا بدون ایجاد اون لیبرالیسم اقتصادی، ما قادر به دستیابی به لیبرالیسم سیاسی یا همون چیزایی که شما میفرمایید نیستیم. یه نکته دیگه هم که اون صحبت قبلی شما بود، من فقط خیلی اشاره کوچکی میکنم بهش، این هستش که من توصیه میکنم همه دوستان از اینترنت، الان دیگه همه دسترسی دارن، دو تا فایل PDF آزادی شاخص آزادی اقتصادی، یکی مؤسسه هیلتر یکی مؤسسه لیزر، در واقع از اینترنت دانلود کنن و اسامی کشورهایی که توی این فهرست وجود داره بر حسب آزادی اقتصادی فقط بخونن. همین خوندن این که اسامی این کشورها که اینا در واقع موقعیتشون توی این فهرست، دوتا فهرست هم شبیه همیگه، تفاوته خیلی کوچیکی با هم دیگه داره، همین خوندن اینا میتونه به ما نشون بده که آزادی اقتصادی داشتن یعنی چی؟ یعنی چه کشوری مثلا، چه گروهی بالاترین رتبه آزادی اقتصادی رو داره، چه گروهی آزادی اقتصادی کمتری رو داره. و بنابراین اگر بگیم که آزادی اقتصادی رو منزله فقر بیشتره، با خوندن اون اسامی توی اون لیست که الان من جا دارم میتونم همه کشور رو بخونم، به ما میگه که این ادعا درست نیست. میتونید آقای اتفاقی انتقادی که مطرح میکنند اینه که این آزادی اقتصادی منجر به نابرابری میشه و وقتی میگن سوسیالیسم منظور میخوان یه راهی پیدا کنند که این نابرابری کاهش پیدا کنه، راهش هم اینه که خب یه عده بیشتر پول دارن، دارایی های بیشتری دارن، بریم از اونو بگیریم پخش کنیم بین بقیه. راه خیلی کلاسیک و ساده ای که ورژن های مختلفش مطرح شده و تو دنیا هم خیلی جدیه. یه گفتگویی با یکی از دوستان ما داشتیم، میگفتن که این میتونه دلش حسادت میشه، یعنی یه موضوع شاید اخلاقی روانشناسی مطرح میشد. این مد نظرتون باشه. من آروم آروم تو این دقایق آخر نظرات که دوستان مینویسندم میخونم و شما در واقع همه اینا رو مد نظر داشته باشید و صحبت کنیم. مثلا یه دوستی الان اینجا در مورد خصوص سازی نوشته و دوستم و سهراب گفته در مورد خصوص سازی انتقادات فراوانی از سوی سوسیالیست های ایرانی مطرح میشه و اونم ارتباط میدن به همین بحث نئولیبرالیسم و آزادی اقتصادی. مثلا رو بحث خصوص سازی، خب خصوصی یه سری در واقع زینف داره و در واقع دولتی بودن هم یه سری زینف داره. یه مثال خیلی خیلی معروف تو کشورمون شرکت نیشکر هفت‌تپه در خوزستان. شرکت نیشکر هفت‌تپه 3-4 هزار نفر دارن ازش حقوق میگیرن. خب یه ادعا اینه که اصلا اینجا به 3-4 هزار نفر آدم نیاز نداره، اینجا باید مثلا با 500 نفر اداره بشه، با 1000 نفر اداره بشه. ولی همینی که خصوصی بشه
دیگه ممکنه اینطوری بشه دیگه، یعنی تعداد زیادی اینا باید از اینجا اخراج بشن برن یه کار دیگه ای پیدا کنن و این تعدیل نیرو ذینفعانی داره و افرادی که ضرر میکنن در نتیجه با خود سازی مخالفت میشه. یه مثال دیگه بخوام بگم خدمتتون، مثلا چند تا شرکت وقتی در سمت شمال غرب کشور خصوصی ساز شد، شرکت های خیلی معروفی هن، مشکل این بود که نمایندگان مجلس، فرماندار، نمیدونم آدم های سیاسی در گذشته نامه می نوشتن این سری افراد ها معرفی می کردن برن اونجا شاغل بشن، یا مثلا می گفتن آقا فلانی پیش ما کار میکنه فلان کارخونه تو حقوقشو بده، خب اون مدیر دولتی هم احساس میکرد چاره ای نداره باید تبعیت کنه و در نتیجه اون هم همیشه ورشکسته بودن. الان وقتی بخش خصوصی داره اونجا فعالیت میکنه دیگه نمیپذیره و این افراد منافعشون به خطر میفته و در نتیجه شروع میکنن علیه خصوص صحبت کردن، علیه آزادی صحبت کردن. یا مثلا بحث حداقل حقوق، اینی که یا آدمایی یه جایی کار خاصی هم ممکنه نکنن ولی یه مبلغی رو دریافت کنن، خب اگه این نباشه در واقع چنین انتقاداتی مطرح میشه. شما صحبت کنید من نظرات دوستانم میخونم. ببینید من یه موضوعی رو در باره فرمایش شما بگم اینجا خوبه و مهمه، اینه که بعضی از این دوستان ما، دوستان چپ ما یا دوستانی که منتقد این بحث هستن، بخشی از این تاریخ رو میبرن و گذشته رو در واقع سعی میکنن فراموش کنن و از یه مقطعی به بعد در واقع میخوان تاریخ رو بهش نگاه کنن. ما در بعد از انقلاب تعداد زیادی شرکت های خصوصی رو در واقع مصادره کردیم، دولتی کردیم و ساختار اقتصاد رو تغییر دادیم و بسیاری از اون شرکت ها به همین دلایلی که میفرمایید با مشکل مواجه شدن، برای اینکه اون ساختار مدیریت بخش خصوصی تغییر کرد، مالکیت خصوصی تبدیل شد به مالکیت دولتی و بعد تعداد نیروی انسانی این شرکت ها به شدت افزایش پیدا کرد و با زیانهای بسیار زیادی در طول سالهای زیاد مواجه شدن و بعضی از این شرکت ها اصلا چندین برابر اصل سرمایهشون رو در طول این سالها زیان دادن و بعد در واقع دولت با این بحران مواجه شد که این شرکت هایی که با این وضعیت مواجه هستن و باید یه جوری از دستشون خلاص بشه و این خلاص شدن در واقع تبدیل شد به پروژه خصوصی سازی. حالا خود این پروژه خصوصی سازی هم در درون این ساختار در واقع دولتی طبعا با مشکلاتی مواجه هست، طبعا میتونیم در واقع نگران بروز مجموعی از در واقع فساد و رانت و اینا در واقع در درون این فرآیند باشیم، میتونیم حداقل نگرانش باشیم و بنابراین اصل موضوع اینه که این دوستان منتقد ما یا دوستان چپ ما اون گذشته رو در واقع اصلا مطرح نمی کنن و دوست دارن اون گذشته رو به فراموشی بسپرن. اما اون گذشته مهمه، این شرکتی که امروز با بحران مواجه شده و داره خصوصی میشه و در مورد اینکه این خصوصی شدنش با سلامت انجام میشه یا نمیشه یا وقتی خصوصی شد کارگرانش بیکار میشن یا نمیشن یا اصلا این کارخونه که خصوصی شده با قیمت مناسبی فروخته نمیشه یا نمیشه، یه تاریخچه دیگه ای داره، یه گذشته ای داره و گذشتهش هم اینه که با همین تئوری پردازی های چپ ما در واقع این کارخونه جات رو برداشتیم مصادره کردیم و از اون شکلی که داشته به صورت کاملا موفق تو بخش خصوصی فعالیت میکرده تبدیلش کردیم به کارخونه جات دولتی. این اون گذشته ایه که این دوستان میخوان اینو به دست فراموشی بسپرن یا در موردش سکوت کنن. حالا از اینجا به بعد که این بحران رو میخوایم حل کنیم یا دولت میخواد حل کنه یا سازمان خصوصی سازی میخواد حل کنه، میگن که خب مشکلات زیادی داره. خب داره، واقعا هم همین طوریه، یعنی همه این مشکلات که مطرح میشه وجود داره، اما این مشکلات ناشی از این نبوده که ما داریم از سمت دولتی بودن به سمت خصوصی شدن میریم، ناشی از این بوده که ما در گذشته از سمت خصوصی بودن به سمت دولتی شدن رفتیم بر اساس تئوری‌های چپ در ایران و حالا داریم عواقب و در واقع تاوان اون اندیشه رو میدیم و این بحران ناشی از این نیست که در واقع این تئوری‌ها مربوط به لیبرالیسم یا
یا نولیبرالیسم. این بحران ناشی از اون تئوریای چپه که تو دهه در واقع 60 توی ایران حاکم بوده. بله، این خیلی بحث مفصلیه، باید یه موقع در مورد خصوصی هم وقت بذاریم صحبت کنیم. یه دوستی یه نکته جالبی پرسیده و اینکه شاید بعضی وقتا عکس این رابطه بوده، یعنی از آزادی سیاسی و توسعه سیاسی کشورها به توسعه اقتصادی آزادی اقتصادی رسیدن و پرسیدن که آیا شما میتونید نمونه هایی به این صورت مطرح کنید؟ شما ایده ای دارین روی موضوع های اتفاق؟ ببینید، نمیگم که این غیر ممکنه، من عرضم این استش که اون در واقع اون چیزی که مبنای نظری و تئوری که اندیشمندان و فلاسفه سیاسی در طول 700 سال گذشته در اروپا است و همه تجربه های بشری در این قرن 20 و 21 به ما اینو میگه که شما حفظ و بقای برای مهار قدرت سیاسی، برای مهار دولت، برای مهار در واقع مشکلاتی که در واقع دارید. صدا من قطع شد؟ نه، دارم از صداتون. برای مهار قدرت سیاسی و برای مهار همه اون چیزایی که دستاورد لیبرالیسم سیاسی محسوب میشه به یه نیروی احتیاج داریم. یعنی این موازنه قوا، این توازن قوا موضوع مهم مورد توجه همه اندیشمندان فلاسفه سیاسی بوده و چیزی غیر از نیروی بازار و قدرت اقتصادی و جامعه مدنی مبتنی بر این در واقع اقتصاد آزاد و بازار نمیتونه در برابر این قدرت سیاسی بیسته. شما ممکنه که از اون مسیرم در یه نمونه تاریخی رو مثال بزنید که از آزادی سیاسی مثلا رسیدید به آزادی اقتصادی. من نمیدونم الان مثلا کدوم نمونه رو میشه مثال زد، اما فرض کنیم که اصلا اینجوری هم باشه. اگر شما از مسیر تحولات سیاسی و به یه آزادی اقتصادی برسید، حفظ این آزادی، حفظ اون قدرت سیاسی و در توازن نگه داشتن این وضعیت نیازمنده اینه که شما یه نظام اقتصادی قوی و آزاد داشته باشید که بتونه به عنوان یه نیرو در برابر قدرت سیاسی در واقع بیسته و مطالبات مردم رو در واقع هدایت کنه و طلب کنه در واقع. بله، من تعجب کردم که در مورد خصوصی سازی دوستان اینقدر مطلب نوشتن. خب میتونه بحث مربوطی هم باشه، بدی نیست. حالا من یه رفرنس بدم، یه مصاحبه‌ای در پادکست سکه با من انجام شده رو موضوع خصوص سازی و معضلات خصوص در ایران. من اونجا سعی کردم حدود یک ساعت ایده هامو توضیح بدم و البته ده ها یادداشت و مقالم شخصا در مورد خصوص سازی نوشتم. اگر دوستان علاقه من باشن، شاید بدی نباشه به این رفرنس هایی هم که عرض کردم مراجعه داشته باشند. آقای فریدمن، میلتون فریدمن رو موضوع دموکراسی و آزادی اقتصادی مقاله های خوبی داره. یکی از اون مقاله ها هم در اون کتاب دموکراسی و آزادی اقتصادی یا Capitalism and Democracy فکر کنم توی این کتاب که توی ایران هم ترجمه شده، فکر کنم انتشارات دنیای اقتصاد تا اونجا که من یادم منتشر کرده، دقیقا مطمئن نیستم ولی فکر کنم از انتشارات دنیای اقتصاد، توی اون کتاب مقاله شون هست و مقاله جالبیه و البته روی این موضوع مخصوصا به زبان انگلیسی تا اونجا که من میدونم مطالب زیادی هست. اونجا آقای فریدمن همین ادعایی که الان آقای اتفاق دارن مطرح میکنن و سعی کرده توضیح بده و نمونه هایی رو مطرح کنه، از جمله نمونه شیلی به عنوان نمونه ای که اونجا هم بحث شده و البته فریدمن هم متهم بوده از طرف گروه های چپ که در واقع تأثیر گذار بوده یا همکاری کرده با دیکتاتوری شیلی. خب تا اینجا که نکات جالبی بود. منم متوجه هستم که این بحث مفصلیه ولی من ترجیحم اینه که توی این گفتگوهای اینستاگرام بحث خیلی طولانی نشد که بعدم دانلود کردن و آپلود کردن و ایناشم راحت تر باشه. امیدوارم بعد بازم فرصت های پیش بیاد که با آقای اتفاق در این مورد صحبت کنیم.
من در واقع میخوام از آقای اتفاق اجازه بگیرم که توی این چند دقیقه جمع‌بندی از طرف ایشون داشته باشیم و اگر حالا دوستانم نکته ای بنویسن توی کامنت ها که پاسخ داده میشه. در خدمتم آقای اتفاق. من دلم نمیاد که یه مطلب خیلی مهمی رو اینجا نگم توی این بحث لیبرالیسم. ببینید ما سه نوع لیبرالیسم در واقع در طول در واقع اندیشمندان لیبرالیسم سه نوع لیبرالیسم رو از هم تفکیک میکنن. یه لیبرالیسم کلاسیک هست که مثلا فرض کنید از افرادی مثل جان لاک و آدام اسمیت و آدام فرگوسن و الکسی دو توکویل و خدمتون عرض شود اینا نام برده میشه و در نهایت در واقع فردریش فون هایک در واقع به عنوان برجسته ترین شخصیت این لیبرالیسم کلاسیک که در واقع مبتنی بر این ایده استش که باید یه دولت کوچکی وجود داشته باشه و در اقتصاد مداخله نکنه و تعریف دموکراسی هم در این لیبرالیسم کلاسیک این استش که دموکراسی در واقع فضایی رو باید ایجاد کنه که حافظ منافع حافظ آزادی های فردی باشه. یه لیبرالیسم دیگه ای داریم به اسم لیبرالیسم مدرن یا حالا مثلا یه مستعدات دیگه بهش میگن لیبرالیسم فایده‌گرا. در این در واقع شکل از لیبرالیسم مثلا ما میتونیم افرادی مثلا جرمی بنتام، جان استوارت میل، پاپ هاس و مثلا لئونارد پاپ هاس و اینا رو در واقع اسم ببریم. این چیزی که ما در دنیای امروزمون داریم میبینیم عمدتا در واقع این شکل از لیبرالیسمه که خود این لیبرالیسم مورد انتقاد در واقع لیبرالیست های کلاسیکه و در این شکل در واقع لیبرالیسم مدرن این حق رو به خودش میده که دولت بیاد در امور بسیار زیادی دخالت بکنه و در واقع اون چیزی که مورد انتقاد قرار میگه در مورد لیبرالیسم مدرن هم همینه. برای اینکه وقتی این دخالت ها زیاد میشه تعریف دموکراسی تو این لیبرالیسم هستش که دموکراسی یعنی مردم سالاری با اون تعریف قبلی متفاوته. برای اینکه مردم میتونن دست جمعی گری چارتیه در واقع یه مثالی میزنه به شوخی میگه اکثریت میتونن تصویب کنن که همه افرادی که موشون قهوه‌ایه رو اعدام کنن. یعنی این دموکراسی این شکلی این حق رو به واقع قائل میشه برای اکثریت که هر چیزی میخوان تصویب و این حق هم منتقل میکنن به نمایندگان و دولت. و خطری که از نگرانی که در مورد این شکل از لیبرالیسم هست این هستش که از دل این شکل از لیبرالیسم ما میتونیم در واقع فاشیست متولد میشه، استالینیست متولد میشه، جنگ عراق و افغانستان و لیبی در واقع به وجود میاد. چون شما در واقع در قالب این شکل از لیبرالیسم در واقع این اختیار رو میدید به دولت و قدرت سیاسی که هر کاری بکنه. یه شکل دیگه از لیبرالیسم داریم که بهش میگن حالا میناشیست که افرادی مثلا آین رند و رابرت موزیک و اینا هستن و اینم باز دلم نمیاد در واقع فراموش بشه و نگیم که برخلاف تصور برخی از دوستان همه در واقع متفکران لیبرالیست هم از هایک و رالز و موزیک و اینا معتقده به نظریه عدالت هستن. یعنی برای خودشون نظریه عدالت دارن، نظریه های عدالت متفاوتی دارن. نظریه عدالت رابرت موزیک با رالز متفاوته، نظریه عدالت هایک با هر دوتای اونا متفاوته. اما این حرف که گفته بشه که مثلا هایک معتقد مثلا عدالت نیست یا عدالت رو سراب میدونه اینا اشتباهه و اونا معتقد به در واقع عدالت هستن و برای خودشون هم نظریه عدالت دارن که این نظریه عدالت ممکنه با دوستان چپ ما متفاوت باشه. و من میخواستم که این نکته رو من در این فضای گفتگوی مراجعه لیبرالیست بگم که این در این حال میخوام اینم در واقع اضافه کنم که علارغم همه مشکلات و انتقادایی که در درون لیبرالیست وجود داره، یعنی لیبرالیست های کلاسیک یا لیبرالیست های مثلا میناشیست مثلا انتقاد دارن به لیبرالیسم فایده‌گرا، اما مجموعه این لیبرالیست در طول 150 سال گذشته دستاورده بسیار بزرگی برای بشریت داشته و ما میتونیم شاخص های بسیار زیادی رو تبدیل کنترل کنیم که در این 150 سال گذشته 20 سال گذشته چه تحولات مثبتی برای زندگی بشر رخ داده.
خیلی جالب بود، خیلی ممنونم روی این موضوع که میشه صدها رفرنس معرفی کرد، ولی من الان یادم اومد که شاید یه رفرنس خیلی ساده و یه کتاب خیلی کوچیک و جمع و جوری که بشه معرفی کرد، کتابی است با عنوان عدالت و آزادی که مجموعه مقالاتی است از آقای دکتر غنی نژاد، دکتر طبیبیان، دکتر نیلی و چند تا مقاله دیگه. اون یه چیز جمع و جوریه که بعضی از بحثایی که شما الان اینجا مطرح کردیم اونجا هست و البته رفرنس های زیاد دیگه ای هم هست. یه دوستی از چند نفر از دوستان چندین بار توی کامنت ها نوشتن که رو بحث اختلاف طبقاتی هم صحبتی بشه، حالا قبل از اینکه آقای اتفاق این نکته رو بازم به عنوان جمع‌بندی، امیدوارم جمع‌بندی آخر مطرح کنند. من اینو بگم که رو موضوع عدالت و برابری بحث اختلاف طبقاتی من چند تا گفتگو داشتم، بعضی هاش در آرشیو همین اینستاگرام من هست و بعضی هاش هم در یوتیوب و آپارات میتونید پیدا کنید. سه تا گفتگو داشتم با آقای دکتر مردی ها، دو تا گفتگو داشتم با عباس عبدی و بعد گفتگوهای دیگه ای هم داشتم. اونجا یه نکته ای که آقای دکتر مردی ها مطرح کردن این نکته بود که شاید ریشه برابری خواهی عواطف و هیجانات انسان ها باشه، از جمله حسادت. یعنی خیلی وقتا حسادت هم منجر به برابری طلبی میشه و من فکر میکنم این موضوعیه که خیلی از ما آدم ها بهش آگاه نیستیم که این حسادتی که درون ما هست تبدیل میشه بعضا به تئوری های فلسفی و اجتماعی و نتیجه اینه که شروع میکنیم فلسفه بافی برای این که اگر یکی موفق بوده بریم یه در واقع پابندی به پاش بزنیم که اون نتونه تندتر حرکت کنه و نگهش داریم که ما بتونیم بهش برسیم یا حداقل این عقده های خودمونو در واقع رصد کنیم. البته من میدونم که این نکته ای که من میگم و آقای دکتر مردی ها توی اون گفتگوها گفتن مخالفین زیادی داره و بعضی را خیلی ناراحت میکنه، ولی نمیدونم میتونم یه چند لحظه در مورد این فرمایش شما صحبت کنم؟ بله حتما، خواهش میکنم. ببینید من میخوام قضیه رو اینجوری در واقع نگاه کنیم. من دقیقا به همین دلیل توضیح رو در مورد لیبرالیسم در واقع مدرن زدم، چون لیبرالیسم مدرن یه وجه دیگه‌ش هم همین سوسیال دموکراسی، دخالت دولت در اقتصاد و بخش لیبرالیست‌های کلاسیک و بخشی از اون لیبرتاریان‌های مینارشیست انتقادی که به لیبرالیسم فایده‌گرا یا لیبرالیسم مدرن توی دنیای امروز داره این هستش که دست بر قضا اون چیزی که باعث تشدید نابرابری میشه دخالت دولت‌ها در امر اقتصادی، زد و بند دولت‌ها با عناصری از بازار که منجر به افزایش اقتصادی میشه، افزایش نابرابری میشه. چیزی که باعث در واقع افزایش نابرابری میشه این هستش که حمایت دولت از بخشی از بازاره که میتونه این فضا رو ایجاد کنه و به همین دلیل که لیبرالیستای کلاسیک یا لیبرالیستای در واقع لیبرتاریانای مثلا مینارشیست که جزء در واقع لیبرالیستا شناخته میشن اعتراض دارن به دخالت دولت و بخشی از این نابرابری رو ناشی از این میدونه. اما این موضوع دو تا وجه دیگه هم داره که من فقط خیلی کوچک سعی میکنم بهش اشاره کنم. یکی این که طرفداران برابری خودشون بدیلی برای در واقع نابرابری ندارن. یعنی بدیل نابرابری چیه؟ اینکه همه اعضای جامعه با هم برابر باشن یا یعنی تا یه حدی با هم برابر باشن. چقدر باید با هم برابر باشن تا یه در واقع منتقد نابرابری بتونه راضی بشه؟ شما ممکنه در حد بسیار زیادی نابرابری رو حذف کنی به طوری که مثلا بخشی از اعضای جامعه به اندازه دو برابر بقیه مردم مثلا دارایی داشته باشه. بازم ممکنه یه منتقد نابرابری بگه اینم زیاده، یعنی ما اینم نمیتونیم بر بتابیم. بنابراین مشکل بزرگ کسایی که در برابری صحبت میکنن اینی که نظریه یعنی بدیلی برای نابرابری ندارن که متکی به یه نظریه عدالت قانع کننده باشه و این اون موضوع مهمیه که وجود داره. اینم فقط به عنوان یه یادآوری اشاره کنم که در نظام اتحاد جماهیر شوروی
به عنوان عالی ترین شکل سوسیالیسمی که در قرن 20 بر اساس آموزه‌های مارکس و انگلس و لنین در واقع بنیان گذاشته شد، ما شاهد نابرابری‌های عظیمی بودیم. یعنی یه جامعه کاملا نابرابر، یه طبقه ممتاز در شوروی به وجود اومد که همه قدرت و در واقع اختیارات رو در اختیار داشت و زندگی کاملا مرفعی داشت. ارنست مندل به عنوان یه اقتصاددان چپ دیگه کتابی رو نوشته و اونجا گفته که کارگر اتحاد جماهیر شوروی ماهیانه 1000 روبل پول می‌گرفت و بعضی از آقازاده‌های شوروی پول تو جیبشون حداقل ماهی 1000 روبل بوده و این فقط بخشی از این نابرابری بود. غیر از این مثلا در سطوح دیگه هم شما در اقتصادهای سوسیالیستی نابرابری دیدید. و من میخوام بگم که و بعد خود در واقع منتقدای نظام شوروی هم میپذیرند که اونجا نابرابری وجود داشته و بعد میگن که این تا یه حدی قابل قبول. بنابراین مشکل بزرگ بحث نابرابری و فاصله طبقاتی این هستش که بدیل نابرابری چیه؟ کسی نمیتونه بر اساس نظریه عدالت تعریف قانع کننده ای از این بده. حالا الان البته فرصت نیست. اگه من میتونستم مثلا نظریه عدالت یا اون تئوری مثلا ویلت چمبرلین مثلا گفتگوی ویلت چمبرلین مثلا رابرت نوزیکو مثلا مطرح کنم که اسمش از اینتایتلمنت مثلا تئوری مثلا استحقاقی یا سزاواری، میدیم که واقعا یه مبنای منطقی در واقع پشت اون دعاوی است. و من این بحث، من ببخشید که خارج از زمان صحبت کردم، این بحث رو بخاره جذاب مجبور میشیم صحبت کنیم. ببخشید. بله، نکته جالبی بود، خیلی خوب بود. سوالات زیادی هم نوشته شده، امیدوارم توی فرصتایی بتونیم این گفتگوها رو بیشتر داشته باشیم و همین مطالبه با دوستان تعامل داشته باشیم و بحث بذاریم. یه دوستی نکته خیلی جالبی آقای مهدی خوش اخلاق پرسیدن، این که آیا فرهنگ میتونه عامل توسعه یافتگی مثلا یا بسته آزادی های سیاسی و اقتصادی باشه؟ این موضوع خیلی مهمیه، توی ادبیات توسعه هم خیلی روش بحث شده، ولی اگه من میخوام یه رفرنس بدم، همین کتاب معروفی که شاید خیلی از شما هم خونده باشین، چرا کشورها شکست میخورن، Why Nations Fail، از آقای عجم اغلو و رابینسون، اونجا این ادعا رو رد کرده با مثالهای نقض مختلف. یه نکتهی که من بارها تو جلسات مختلف گفتم، بسیاری از کشورهایی که الان از لحاظ شرایط آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی شرایط بهتری از ما دارن، معنیش این نیست که فرهنگ یا اخلاق مردمشون از ما بهتره. این مثال‌های خیلی زیادی میشه در این مورد مطرح کرد. اونجا هم توی کتاب آقای عجم اغلو و رابینسون توضیح داده میشه که زیربنای توسعه دو تا نهاد مهمه و همین دو تا نهاد مهمی که ما اینجا داریم امشب در موردش صحبت میکنیم، آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی، که اونجا یه بحث تاریخی مفصلی در مورد مناطق مختلف جهان داره و دوستانی که مطالعه نکردن، من پیشنهاد میکنم مطالعه کنن، یه پادکستاشو میتونن از همین در واقع اپلیکیشن هایی که پادکست فارسی داخلش هست سرچ کنند، به راحتی میتونن پادکست ایمار به این کتاب پیدا کنن. مثلا پادکست بی پلاس سعی کرده همین کتاب چرا کشورها شکست میخورند و در حد 1 ساعت خیلی مختصر ارائه کنه. خلاصه این برمایش شما با عنوان یادآوری اینو عرض کنم که در پاسخ به این بحث مثالای زده میشه، مثلا کره جنوبی و کره شمالی، آلمان شرقی و آلمان غربی. یه شهری رو عجم اغلو و رابینسون مثال میزنن توی مرز مکزیک که بخشیش افتاده در آمریکا و بخشیش در مکزیک باقی مونده و اینا رو به عنوان نمونه های معرفی میکنن که اینا یه جامعه هست با فرهنگ های کاملا یکسان، زبان یکسان، غذای یکسان، سوابق یکسان، و این تغییرات اقتصادی منجر به این شده که این تحولات عظیم رخ بده. البته در برابر این نظریه هم یه نظریه دیگری هست که تا اون تحول در اندیشه در واقع اون جامعه به طور کلی رخ نداده باشه و اونا در یه
حدی در واقع تحولاتی در اندیشهشون رخ نداده باشه نمیتونستن وارد این مرحله بشن، که اون یه بحث بسیار طولانی رو میطلبه. اما در تایید در اون ریفرنسی که شما میارید به این کشورها در واقع اشاره میکنه. خیلی خیلی جالب بود، خیلی نکات خوبی جناب اتفاق گفته، امیدوارم بعد بتونیم بازم هماهنگ بشیم و همین گفتگو ادامه بدیم. البته من قصد دارم با بقیه دوستانم رو موضوعات مربوط به عدالت و آزادی صحبت کنم، احتمالا رو بحث مالیات که چندین بار توی گفتگوهایی که من اینجا توی اینستاگرام داشتم با دوستان صحبت کردم، یه بحث مفصلی با یکی از دوستان اقتصاددان داشته باشم. خیلی به من لطف کردید جناب اتفاق و خیلی ممنونم از همه دوستانی که همراهی کردند به صورت زنده، و حدس میزنم در آینده این گفتگو رو خواهند دید. ممنون میشم که کامنت هاتون رو برای من بفرستید، نظراتتون رو به من منتقل کنید، و به امید دیدار. وقت همگی بخیر. متشکرم، خداحافظ. خدا نگهدار.